سلام، امروز جلسه اول درس جبر خطی عددی رو ما شروع میکنیم. منبعی که عمده در واقع مطالب درس رو بر اساس اون پیش خواهیم برد من معرفی میکنم، این کتاب هست Fundamentals of Matrix Computations، مبانی محاسبات ماتریسی، که از جهات مختلف به حال کتاب مناسبی و منبع مناسبی به نظر من اومد. اولا خب یکی از تکست های استاندارد هست برای این درس در دانشگاه های معتبر جهان. دوم اینکه به حال هم مثال های زیادی داره و هم تمرین های زیادی، البته به همین دلیل حجم کتاب خیلی زیاده، 600 صفحه، و اینکه ما در واقع عمده مباحث رو ما پوشش میدیم، اما بیشتر این حجم به دلیل در واقع تمرین ها خصوصا و مثال هایی که داره که کتاب رو در واقع حجم رو زیاد کرده، ولی در مجموع هم قسمت تدریسش و هم مثال ها و تمرین ها به نظر من انتخاب های خیلی مناسبی بوده. باز البته شاید 100% منطبق بر مطالب کتاب نباشه، بعضی قسمت ها شاید مطالبی لازم باشه اضافه بکنیم که حتما در موقع اشاره میکنم. و امروز خب فصل یک کتاب رو ما شروع میکنیم به تدریس. من یک ویو کلی راجع به مباحث درس جبر خطی عددی بر اساس این کتاب ارائه میکنم. شروع درس با بحث حل دستگاه خواهد بود، حل دستگاه معادلات خطی، یک مسئله کاملا کاربردی و کاملا ملموس برای ما هست در بسیاری از کاربردهای جبر خطی توی شاخه‌های دیگر علوم و مهندسی. حل دستگاه مسئله که به وفور ظاهر میشه، همچنین در کاربردهای جدیدترش در به حال تحلیل داده به حال همچنان حل دستگاه معادلات خطی یکی از مهمترین مباحث هست. و عنوان این فصل هست در واقع روش حذفی گاوس و در واقع روش‌های مشابه اون، که خب روش حذفی گاوس یکی از روش‌های البته ساده ولی بسیار پرقدرت در حل دستگاه هست. روش رو وقتی اگر تا حالا باهاش آشنا نباشین، وقتی این روش رو مطرح کنم می‌بینید که دقیقاً همون روشیه که از زمانی که دانش آموز بودین در واقع دستگاه معادلات خطی رو باهاش حل می‌کردین. منتها ما تو این درس جبر خطی عددی نه فقط به معرفی روش‌ها بلکه به تحلیل اونها هم می‌پردازیم. تحلیل روش‌ها هم از تحلیل سرعتشون، تحلیل دقتشون، تحلیل همگراییشون و غیره. و خب این کارو درباره روش حذفی هم انجام می‌دیم. این مبحث فصل یک کتاب هست. در فصل دوم کتاب ما همچنان تحلیل دستگاه معادلات خطی رو ادامه میدیم. این بار در واقع بحث تحلیل حساسیت دستگاه معادلات خطی رو ما خواهیم داشت. و این مسئله اینجا در این هست که با توجه به اینکه به هر حال محاسبات کامپیوتری همیشه همراه با خطا هست، به دلیل این واقعیت گریزناپذیر که کامپیوترها اعداد رو گرد میکنن، چون کامپیوتر نمیتونه یک عدد حقیقی رو با بی‌نهایت رقم اعشار ذخیره بکنه. و در این گرد کردن خطایی رخ میده و این خطا توی الگوریتم های محاسباتی ما از جمله مثلا روش حذفی گاوس یا هر الگوریتم دیگه برای حل دستگاه های خطی، این الگوریتم انباشته میشه و بزرگ و بزرگتر ممکنه بشه. سوال این هست که اون خطای اولیه چه تأثیری روی پاسخ نهایی الگوریتم ما داره، و این مسئله که بهش میگن تحلیل حساسیت، و ما این بحث رو تو فصل دو خواهیم داشت. بحث مهمی در آنالیز عددی هست این موضوع. فصل سوم باز یه رده خیلی مهمی از مسائل کاربردی رو شامل میشه و اونم مسائل کمترین مربعات هست، یعنی جایی که شما میخواید با معیار در واقع کمترین مربعات خطا یه منحنی رو به یه مجموعه داده‌ای برازش کنید یا فیت بکنید در واقع، که خب مسئله خیلی پرکاربردی خصوصا در تحلیل داده هست و الگوریتم مختلفی که برای این کار وجود داره رو مطرح خواهیم کرد. فصل 4 درباره یک نوع تجزیه خاص از ماتریس ها هست به اسم تجزیه مقدار تکین، سینگولار ولیو دیکامپوزیشن یا SVD به اختصار.
به طور کلی ما تو این درس تجزیه های زیادی از ماتریس ها خواهیم دید. یکی از ابزارهای محاسباتی در مورد ماتریس ها تجزیه های ماتریس ها به ماتریس های ساده تر هست که ما اینو حالا در بخش های قبل مثلا در مورد تجزیه QR یا تجزیه LU یا تجزیه SVD اینها رو ما در واقع خواهیم دید، در راجبشون صحبت میکنیم و کاربرد های تجزیه SVD رو هم خواهیم دید. و اما چند فصل بعدی که ما به صورت منتخب بخش هایی از اونها رو خواهیم گفت، نه همه بخش ها رو، درباره بحث بسیار مهم مقادیر ویژه و بردارهای ویژه هستن در مورد ماتریس ها که اونم بسیاری از کاربردهای ماتریس ها منوط به محاسبه در واقع این مقادیر ویژه و بردارهای ویژه هست. حالا بعد از این مرور سریع بر مفاهیم تعاریف مقدار ویژه و بردار ویژه و خواص اصلیشون، ما روش های مختلفی که وجود داره رو برای محاسبه اینها مطرح خواهیم کرد و البته فصل آخر هم درباره روش های ایتریتیو یا تکراری در واقع برای حل دستگاه های معادلات خطی صحبت خواهیم کرد که اینا هم رده ای از روش ها هستن که در اونها شما جواب رو نه به صورت دقیق بلکه به صورت حد دنباله ای از تقریب ها به دست میارین و این تقریب ها در یک الگوریتم با تکرار یک عملیات در واقع به دست خواهند اومد. تو این ویو کلی خیلی از جزئیات رو من الان اشاره نکردم، بسیار جزئیات هست که باید در درس ما وارد بشیم تا بعد از گفتن مقدمات بتونیم اونها رو مطرح کنیم. و اما درباره حل دستگاه معادلات خطی بریم فصل یک رو شروع کنیم. این نکته رو من در مورد کتاب بگم که چون زبان برنامه نویسی که کتاب با اون کار میکنه در واقع زبان مطلب هست، بسیاری از جاها تمرین ها گفته شده در زبان مطلب یا بعضی مثال ها ممکنه در زبان مطلب باشه، ولی همونطوری گفتم ما زبان برنامه‌نویسی که توش کار میکنیم تو این درس در واقع زبان برنامه‌نویسی پایتون هست و در نتیجه اون قسمت از کتاب ما شاید در واقع به صورت دیگری بگیم. البته خیلی جا الگوریتما رو به نحوی در واقع کتاب بیان کرده که در همه زبان برنامه‌نویسی در واقع قابل پیاده سازی باشه، در این زبان برنامه‌نویسی خاص نیست، در یک صورت کلی برای الگوریتم ها در واقع کتاب استفاده میکنه. و حالا از این پیشگفتار بگذاریم و وارد قسمت اصلی درس بشیم. خب کتاب خیلی مقدماتی شروع میکنه، یعنی شاید این مطالب اولیه به نظرتون خیلی خیلی مقدماتی باشه ولی اشکالی نداره، برحال شما با ماتریس ها از دبیرستان آشنا هستید. بیست جبر خطی و جبر خطی عددی در واقع ماتریس ها هستن و مفهوم ضرب ماتریس ها در همدیگه و ضرب ماتریس ها در بردار ها و اینا. بنابراین اینجا هم کتاب با مفهوم ضرب ماتریس در واقع شروع میکنه که ما هم یه مرور سریعی بر اون خواهیم داشت. خب وقتی ما صحبت از ماتریس میکنیم، وقتی ما صحبت از ماتریس میکنیم در واقع یک آرایه مستطیلی N در M حالا کتاب گرفته، قرارداد خاصی وجود نداره، شما میتونید M در N بگیرید هیچ مشکلی نداره که وقتی میگیم N در M یعنی این ماتریس N سطر داره و در واقع M ستون داره و این اعداد تو این ماتریس تو این آرایه مثلثی برای در واقع اشاره کردن بهشون از اندیسای آی و جی ما استفاده میکنیم. در واقع وقتی میگیم A اندیس آی جی منظورمون عدد سطر آیوم و ستون جیوم هست و ما در واقع یه سری هم ماتریس های خاص داریم که ماتریس های ستونی هستن، مثل این ماتریسی که اینجا کشیدیم که در واقع تشکیل شده از یک ستون امتایی، یا همینطور ماتریس های سطری مشابه هم میتونید
یک سطر انتهایی در واقع شما داشته باشین. و اولین عملیات ماتریسی که معرفی میکنیم ضرب یک ماتریس توی ماتریس ستونیه. ما توی این درس در واقع ممکنه خیلی جاها بردارها رو با ماتریس های ستونی یا ماتریس های سطری یکی بگیریم. این مفاهیم رو شما در ذهن داشته باشین که اگرچه از نظر نمادگذاری و اسمگذاری متفاوت هستن، اما از نظر در واقع به عنوان ماهیت ریاضی خیلی تفاوت اساسی ندارن. ما وقتی صحبت از بردار میکنیم منظورمون یک امتحانی مرتب از اعداد حالا اون اعداد ممکنه اعداد حقیقی باشن یا تو برخی کاربردهای جبر خطی اعداد مختلف، و اینها رو در واقع ما به این صورت نشون میدیم با یک پرانتز، و اون امتا مؤلفه هم در واقع با کاما از هم جدا شدن. ولی ما میتونیم بردارها رو متناظر با ماتریس های سطری و همچنین ماتریس های ستونی بکنیم. بعضی کتاب ها قرارداد میکنن که بردارها متناظر با ماتریس های ستونی باشن کلن، حالا اینطور نیست، ما بعضی جاها ممکنه اجازه بدیم با ماتریس‌های سطری هم یکی باشن، ولی به هر حال میتوان بردار X را، ما کل در واقع این بردار رو با مثل در واقع کاری که کتاب کرده با یک نماد X نشون میدیم. باز بعضی کتاب ها این روش رو پیش میگیرن که جاهایی که بردار اشاره میکنن به صورت بولد و پررنگ تر می‌نویسن، ولی حالا ما شاید این رو باز باقید اینکه یه مقدار دست و پاگیر هست خصوصا تو نوشتن دستی اینو رعایت نمی کنیم. بنابراین وقتی میگیم x شما باید با توجه به زمینه بحث متوجه باشین که این x یه عدد یا یه برداره. اینجا الان x یک برداره. x را متناظر با یک ماتریس ستونی. وقتی میگیم ماتریس ستونی هم یعنی یک ماتریس که فقط یک ستون داره، یعنی واسه M در یک گرفت. یعنی ما میتونیم X رو به این شکل بهش نگاه بکنیم، X1 تا XM، و همچنین یک ماتریس سطری و همچنین یک ماتریس سطری یعنی یک در M. یعنی در واقع X رو ما به این شکل نمایش میدیم. به هر حال در اون بحثی که اینجا کتاب داره ایکس ها بردارها رو متناظر با ماتریس های ستونی میکنه، و حالا میخوایم راجع به ضرب ماتریس آ در ماتریس ستونی ایکس یا بردار ایکس در واقع صحبت بکنیم. خب البته میدونم که بلدین شما همه ضرب ماتریسی رو، ولی یادآوری بشه بد نیست. ضرب ماتریس A ضرب در ماتریس X با توجه به اینکه A یه ماتریس N در M، X هم ماتریس M در 1، انتظار داریم یه چیز N در 1 بشه، یعنی باز یک بردار یک ماتریس ستونی بشه که در نتیجه متناظر با انتهایی بردار انتهایی در واقع خواهد شد. مؤلف آیوم این حاصل ضرب در واقع به این صورت تعریف میشه، سیگما AIJ ضرب در XJ. خب یعنی اگر بخوایم به صورت در واقع باز بنویسیمش میشه AI1 ضرب در X1، AI2 ضرب در X2 تا AIM ضرب در XM، که اگر به صورت در واقع توی ساختار ماتریسی به این نگاه بکنید، ما اومدیم چیکار کردیم؟ ماتریس A رو ماتریس N در M هست ضرب کردیم در یک ماتریس ستونی M در 1. دقت کنید که ممکنه این دومیه بلندتر یا کوتاهتر یا مساوی با این باشه، چون تعداد سطرهاش مساوی نیست. تعداد سطرهای دومی برابر با تعداد ستونهای اولی. خب و بعدش اینجا در واقع حالا این آرایه ماتریسی این عددها رو داریم، به تعداد ستون‌های اینو اینجا
عدد داریم و حاصل این قرار یک ماتریس ستونی انتایی بشه. خب n در 1. نحوه به دست آوردن این ماتریس رو خواست به زبان ساده بخوایم بگیم اینطوریه: وقتی شما مثلا درایه اول رو میخوایم دست بیاریم، باید به سطر اول اینو بگیرید، به اصطلاح ضرب داخلیش بکنید تو کل این ستون. سطر اول این مثلا توی این مثال پنجتاییه، این هم پنجتاییه. وقتی میگیم دو تا پنجتایی رو تو هم ضرب داخلی بکنیم، یا به طور کلی دو تا امتایی رو ضرب داخلی بکنیم، یعنی مؤلفه های متناظرشون رو تو هم ضرب کنیم به این صورت، و بعد اونها رو چی؟ با هم دیگه جمع بکنیم، که این اصطلاح در واقع اینر پروداکت یا ضرب داخلی، که البته ضرب داخلی رو ما تو این درس زیاد باش کار خواهیم داشت، جنبه هندسی زیادی هم داره، ضرب داخلی یا ضرب نقطه‌ای، اینر پروداکت یا دات پروداکت. حالا برای اینکه فقط یک بار تعریف کرده باشیم، ضرب داخلی یا نقطه‌ای دو انتایی مرتب، دو مثلا حالا امتایی مرتب به این صورت تعریف میشه. وقتی شما یه انتایی x دارید، x1 تا xm، حالا به صورت پرانتزی بنویسیم یا ماتریسی فرق نداره، y1 تا ym هم یک انتایی دیگه، این ضرب داخلی که با x.y نشون میدیم در واقع همین چیزی هست. درایه های متناظر رو تو هم ضرب میکنیم و با هم همه رو جمع میکنیم، x1 y1 تا xm ym. این در واقع عمل جبری خب خیلی مفید ظاهر میشه در محاسبات ماتریسی، بنابراین ما هم بهش زیاد ارجاع میدیم. پس این شد مفهوم ضرب داخلی دوتا بردار امتایی. و ضرب ماتریسی رو که شما فرمولش از قبل البته بلد بودین، میشه به این زبان توضیح داد که انگار شما دارید هر سطر ماتریس اول رو ضرب میکنید در این ماتریس ستونی، ضرب داخلی میکنید. حاصلش چی میشه؟ یک عدد میشه. حاصل ضرب داخلی یه عدده، یعنی در واقع یه جور ضربیه که دوتا بردار رو ضرب میکنه تو همین عدد به شما میده. بنابراین اینجا ما تو هر کدوم از اینا اون عددی که حاصل از ضرب داخلی اون سطر مربوطه تو کل این ستون هست رو داریم مینویسیم. که حالا اینجا دیگه کتاب واقعا بعضی جاها در مثال زدن زیاده روی کرده، حتی برای هم چیز ساده ای هم مثال زده. این ماتریس 2 در 3 رو ضرب کرده تو این ماتریس 3 در 1 شده ماتریس 2 در 1. خب این اولین الگوریتمیه که ما در این درس باهاش مواجه میشیم. خیلی از محاسباتی که برای ما بدیهیه، وقتی شما بخواید به کامپیوتر بفهمونید متوجه میشید که اونقدر هم بدیهی نیست. یعنی فهموندن محاسبات و الگوریتما به کامپیوتر در واقع خب یه قسمت مهمی از علوم کامپیوتر دیگه. همین توضیح ضرب ماتریسی که ما الان گفتیم حداقل 3-4 خط کد نیاز داره برای اینکه به کامپیوتر فهمونده بشه. این کدها رو کتاب به یک فرم کلی نوشته که حالا مختص زبان برنامه‌نویسی خاصی نیست. مفهوم این نمادها رو اگر ما در واقع بفهمیم دیگه تو هر زبان برنامه‌نویسی میتونیم راحت پیادهش بکنیم. و اینکه ما هم همه الگوریتمایی که تو درس برمی‌خوریم رو در جلسات کارگاهمون که موازی با خود درس پیش خواهد رفت حتما یه بار انجام خواهیم داد. البته به این نکته اشاره بکنم که در واقع همه زبان برنامه‌نویسی محاسبات مقدماتی ماتریسی که هیچی، حتی خیلی محاسبات پیشرفته رو هم به صورت پیش‌فرض تو خودشون دارن، دستورهای لازم برای این کار هست. منتها ما اصرار داریم که قبل از اینکه از هر دستور آماده استفاده بکنیم حتما یه بار خودمون رو پیاده کرده باشیم که بفهمیم توش چی می‌گذره، به شکل یک جعبه سیاه، یک بلک باکس نمی‌خوایم به در واقع زبان برنامه‌نویسی نگاه بکنیم. حالا اینجا در واقع این کد رو مشاهده بکنیم، بخونیم با هم ببینیم که داره چی میگه.
این کد، هر کد یه ورودی داره و یه خروجی. اینجا ورودی ما در واقع ماتریس A هست که از طریق AIJ داده شده و ماتریس X بردار امتحای X، و خروجی ما قرار ماتریس B باشه، انتهایی در واقع B باشه. اولین خط کد یک مقدار دهیه به اصطلاح، یک اساینمنته. این نماد البته تو زبانه برنامه‌نویسی معمولا از مساوی برای مقدار دهی استفاده میشه، حالا اینا رو راجبش تو کارگاه صحبت خواهم کرد، ولی تو این شبه کدی که اینجا نوشته شده از پیکان این وری استفاده کرد. این داره میگه که در مقدار B رو در واقع قرار بده صفر، یعنی مقدار صفر رو از صفر رو بریز توی اون خونه حافظه مربوط به بی توی کامپیوتر. پس بی مقدار دهی شد صفر. بعد اینجا ما یک در واقع حلقه مشاهده میکنیم. حلقه ها از در واقع مهمترین مؤلفه های زبان های برنامه نویسی هستن که به شما اجازه میدن یک عملیاتی رو تکرار بکنید. حلقه های اندیس دارن که این اندیس تو این حلقه داره از یک تا ان تغییر میکنه. میدونم که بیشتر شما، شاید همه شما درس برنامه نویسی رو گذروندید، برنامه با این مفاهیم هم آشنا هستید، ولی حداقل یک بار گفته بشه ضرر نداره، یادآوری میشه. پس ما یک حلقه داریم اینجا، این حلقه متناظر با اون در واقع مراحل انجام اون محاسبه است. ببینید مراحل انجام این محاسبه چیه؟ اولا ما باید برای هر آی جداگانه بی آی رو حساب کنیم. خود این آی های مختلف یه حلقه نیاز داره. بعد برای محاسبه هر آی، حالا شما یه مجموع داری که خب انجام این مجموع هم نیاز به یه حلقه داره، بخاطر اینکه کامپیوتر در آن واحد دو تا عدد میتونه با هم جمع کنه، ام تا عدد همزمان نمیتونه جمع کنه. شما باید بهش بگین چجوری ام تا عدد رو جمع کنه. پس ما یک حلقه برای اندیس آی داریم که مؤلفه اون ماتریس بی رو میده به ما، و یک حلقه هم برای محاسبه اون مجموع ضرب داخلی داریم. حلقه اول آیش از یک تا ام تغییر میکنه، داخل اون حلقه دوم جش از یک تا ام تغییر میکنه، و هر بار بریم چیکار میکنیم؟ داریم مقدار فعلی بی آی رو میگیریم، با آی جی ایکس جی جمعش میکنیم، اینو میریزیم تو بی آی دوباره. پس اینجا داخل دو تا حلقه یه مقدار دهی وجود داره. بنابراین عملا انگار که هر بار داریم آی جی ایکس جی رو اضافه میکنیم به بی آی. پس وقتی حلقه داخلی یه دور تموم بشه چه اتفاقی افتاده؟ اولش که بی همه مؤلفه‌هاش صفر بوده، این مقدار دهی برداریه چون بی یه برداره دیگه، اول همه بیا صفر بودن. اومدیم برای یه آی داریم حلقه داخلی رو اجرا میکنیم، این صفره هی بهش ای آی جی ایکس جی اضافه میشه تا جی برسه به ان. وقتی که حلقه دومی، حلقه داخلی تموم میشه، ما میریم سراغ آی بعدی، بی آی مقدارش دقیقا شده همون مجموعی که دنبالش هستیم. پس این یک کد ساده برای محاسبه ضرب ماتریسی، ضرب یک ماتریس در بردار، ضرب ماتریس بردار در. حالا نوع نگاه دیگه ای هم به ضرب ماتریس در بردار وجود داره که خیلی مفیده، و اونم به شکل در واقع ترکیب خطی به اصطلاح. ببین ما گفتیم که میشه به در واقع ماتریس های ستونی به شکل بردار نگاه کرد، درسته؟ خب این پس هر کدوم از ستون های ماتریس آ رو ما در نظر بگیریم خودش یه بردار انگار دیگه، بردار انتاییه. اگر دقت بکنید به این عبارت ترکیب خطی، ببینید ترکیب خطی سمت راستش چیه؟ یه ماتریس زد در یه عدد وقتی میکنیم، الان ایکس یک عدده، یک بردار زد در یک عدد یعنی چی؟ یعنی اون عدد تو همه درایه های اون ماتریس بیم ضرب بکنیم دیگه. ایکس دو هم تو همه درایه های ضرب کنیم، تا ایکس ام رو هم تو همه درایه های ضرب کنیم. بعد جمع بردارها یعنی چی؟ جمع یه سری بردار انتایی در واقع یعنی این که مؤلفه های اول همه رو جمع کنیم، مؤلفه های دوم همه رو جمع کنیم، تا مؤلفه های امام همه رو جمع کنیم. که اگه این کار رو بکنیم دقیقا همون چیزی به دست میاد که در بالا داشتیم، یعنی مؤلفه آیومش میشه سیگما آی جی در واقع ایکس جی ها. پس به نوعی میشه به این جمله رسید که در ضرب ماتریس بردار، یه ماتریس ضرب در یه بردار، حاصل اون ضرب ترکیبی خطی از ستونهای ماتریس اصلیه.
حالا اینجا شاید این در واقع محاسبه کمک بکنه. ببین همین مثال ساده ای که اینجا داشتیم، این ماتریس ضرب داره این بردار شده این بردار 50 122. گفته میتونید به این شکل نگاه کنید، این انگار هست ستون اول ماتریس آ یعنی 1 4 ضرب در درایه اول ماتریس ایکس، علاوه بر ستون دوم ماتریس آ یعنی 2 5 ضرب در درایه دوم ماتریس ایکس که 8، علاوه بر ستون سوم ماتریس آ ضرب در درایه 9. که وقتی شما این ضرب رو انجام بدین 7 ضرب در 1 و 4 میشه 8 ضرب در 2 5 میشه 9 ضرب در 6 میشه، بعد همه هم جمع میشن میشه خلاصه 50 و 122. این نگاه به در واقع عملیات ضرب ماتریس خیلی نگاه مفیدیه وقتی که وارد در واقع یه مقدار مفاهیم برداری و در واقع اینها میشیم، خصوصا خیلی کمک میکنه. و خلاصه اینو حالا به شکل یک گزاره اینجا نوشته که اگر b مساوی ax باشه b ترکیب خطی از ستونهای a خواهد. خب که در واقع حالا این نمادگذاری هم برای ستونها نمادگذاری مفیدی، ما وقتی ماتریس آ بزرگ داشتیم ستون جیوم اون ماتریس رو میتونیم خودش رو با آ اندیس جی نشون بدیم، بنابراین آ اندیس جی خودش الان یک ماتریس ستونی یعنی یه بردار انتاییه، اگر آ ان در ام بوده باشه این یه بردار انتاییه، بنابراین یه بردار انتایی ضرب در یه عدد میشه x یه عدده حاصل یه بردار انتایی میشه، این بردار انتهایی با هم جمع میشن حاصلش میشه بردار انتهایی. خب اون کد رو میتونیم به این شکل بازنویسی کنیم به شرط اینکه کامپیوتر ما بفهمه ضرب عدد در بردار رو، میتونیم به یک در واقع حلقه تبدیل کنیم و محاسبه رو، محاسبه کامپیوتر اینجا برداری خواهد بود، یعنی بردار بی رو اول صفر مقدار دهی میکنه و بعد هر بار بردار ستون جیوم آزر در ایکس جیو اضافه میکنه به بی. که اینجا توضیح داده که حالا اگر این داخلی رو به شکل بردار بکنیم و جایگذاری کنیم مؤلفه هاشو تبدیل به همون کد قبلی میشه. البته یه باید تفاوت انگار همون کد قبلی رو داریم که این بار جای فورها جای حلقه های آیوجه عوض شده. توی کد قبلی ما بر حلقه بیرونی رو آی بود، حلقه داخلی رو جی بود، یعنی این که حلقه بیرونی رو سطرها بود، حلقه داخلی روی ستونهای ماتریس بود. اینجا برعکسه، حلقه بیرونی رو ستونهاست، حلقه داخلی روی سطرهاست. در واقع کد قبلی میومد یک آیو میگرفت، مؤلف آیو محسسر رو حساب میکرد میذاشت کنار، بعد میرفت سراغ آی بعدی. اما این کد میاد همزمان برای همه آی ها با هم حساب میکنه. وقتی که همه حلقه کلن تموم بشه اون وقت مقدار همه مؤلفه های بی دیگه درسته، برخلاف کد قبلی که تو هر مقدار حلقه بیرونی یکی از مقدار بی رو در واقع درست میکنه. خب بسیار عالی. حالا اینجا گفته که به این در واقع اون کد اول میگیم یک رو اورینتد، در واقع ضرب ماتریسی رو اورینتد، یعنی مثلا میتونیم بگیم سطری، یه ضرب ماتریسی سطری، این هم یه ضرب ماتریسی ستونی، هر دو یه خروجی میدن، فقط مسئله این است که در واقع ترتیب محاسباتشون متفاوت هست. بسیار خب و اما مفهوم در واقع فلاپ رو اینجا معرفی میکنه. ببینید همونطوری که گفتم هدف ما توی جبر خطی عددی یا به طور کلی آنالیز عددی این نیست که فقط الگوریتم ارائه بدیم، باید اون الگوریتم ها رو تحلیل هم بکنیم و یکی از جنبه های تحلیل الگوریتم تحلیل میزان محاسبات مورد نیاز برای اون الگوریتم که خب در واقع رابطه واضحی داره با سرعت اون الگوریتم دیگه، هرچی میزان محاسبات در واقع بیشتر باشه زمان بیشتری اون الگوریتم نیاز داره،
این مفهوم این بخش سعی میکنه این مفهوم در واقع میزان محاسبات رو کم میکنه، عددی کنه. تو همون مثال در واقع ضرب ماتریسی میاد راجع به این صحبت میکنه، میگه که تو همون کد دو حلقه ای که ما داشتیم، تو هر گام حلقه داخلی ما این محاسبه رو باید انجام میدادیم که تو این محاسبه داریم چیکار میکنیم، یه عدد رو در یه عدد دیگه اول ضرب میکنیم، بعد با یه عدد دیگه جمع میکنیم، بعد اونو میریزیم توی حافظه. توی در واقع این روی کردی که اینجا ما در پیش میگیریم برای انجام محاسبه، آقا مقدار دهی ها فرض میکنیم اونقدر سریع انجام میشن که اصلا ما لازم نیست نگرانشون باشیم. قسمت زمانبر محاسبات عملیات ضرب و جمع و تفریق و تقسیم و این هاست که به هر کدوم از این عملیات به اختصار میگن فلاپ. بنابراین یک فلاپ یعنی یک محاسبه، خلاصه یکی از چهار عمل اصلی در واقع. یکی از چهار عمل اصلی هر کدوم که باشه یک فلاپ محسوب میشه، واحد محاسباتی محسوب میشه. بنابراین اون حلقه ما در واقع در هر گام حلقه داخلی ما دو تا فلاپ داریم انجام میدیم، یه ضرب و یه جمع، از دو تا فلاپ تو هر گام. و چون تعداد گام ها کلن میشه حلقه داخلی M تا و حلقه بیرونی N تا، بنابراین MN تا ضرب در دو میشه 2MN تا فلاپ. کل الگوریتم ضرب ماتریس در بردار نیاز به زمان داره، یعنی این مقدار 2MN تا محاسبه در واقع درونش انجام میشه. من یه توضیح هم بدم که اسم این فلاپ مختصر شده یه چیه. در واقع این خلاصه شده Floating Point Operation هست. تو پرانتز توضیح کوتاهی راجع به این موضوع بدم، اگر درس آنالیز عددی رو گذرانده باشین، مبانی آنالیز عددی رو گذرانده باشین، احتمالاً با این مفهوم نمایش Floating Point یا نمایش ممیز شناور آشنا هستین. ولی به هر حال اگر یک یادآوری بشه خوب هست. خب نمایش ممیز شناور برای اعداد، اعداد حقیقی. ببینید کامپیوترها چطوری باید عدد رو بهشون فهمند. مثلا شما یه موقع یک عددی دارین مثل رادیکال دو، یک ممیز چهل و یک، چهل و خورده ای که حفظ نیستم من، الاخر یک بسته اعشاری نامتناهی این عدد داره در واقع. بعد یه موقع مثلا ممکنه یک کمیت های بسیار کوچیکی مثلا کمیت های فیزیکی مثلا جرم الکترون مثلا شما داشته باشین که مثلا اینا تعداد زیادی مثلا صفر دارن تا برسن بعد از اعشار برسن به یه رقم مثلا ناصفر. مثال میزنم یا عدد خیلی بزرگی مثلا فرض کن قطر کهکشان راه شیری که من نمیدونم چند متره، ولی خب حتما عدد خیلی بزرگیه. خب مثلا با حالا نمیدونم با چه دقتی هم اندازه گیری شده باشه، ولی به هر حال یه عدد خیلی بزرگیه، تا دقت خوبی ممکنه برای دانشمندا شناخته شده باشه. حالا به هر حال سوال کاری این است که این گستره از عددها رو ما چطوری تو کامپیوتر میتونیم به کامپیوتر بفهمونیم. ببینید کامپیوتر یک ظرفیت محدودی برای ذخیره اطلاعات داره و از جمله اعداد، و اینکه شما میخواین از این ظرفیت محدود استفاده بهینه بکنید. سوال اینه که اگه شما بخواین در واقع قطر کهکشان راه شیری رو در کامپیوتر ذخیره بکنید، ممکنه مثلا چه میدونم 100 رقم داشته باشه، آیا واقعا باید همه این رقم‌ها رو ما ذخیره بکنیم؟ یعنی اینکه 100 خونه از حافظه رو اختصاص بدیم به این، آیا واقعا این دو آخر، این دو متر آخر انقدر مهمه؟ آیا واقعا آیا این دو اینجا همون قدری مهمه که این سه ای که اینجا در مورد جرم الکترون داری مهمه؟ نه، واضحه که این سه خیلی مهمتره. چرا؟ به خاطر اینکه این سه اصلا بزرگی جرم الکترون به این سه هست، این سه بشه 6، انگار شما جرم الکترون رو دو برابر اشتباه حساب کردید.
اما این 2 بشه 4، یعنی شما 2 متر قطر کهکشان رو بیشتر حساب کردید، درصد خطاتون خیلی خیلی کمه. و من چون اصولا خطای نسبی، خطای درصدی معیار مناسب تریه تا خطای مطلق، اون رقم های سمت چپتر عدد اهمیت بیشتری دارن همیشه. منتها صفرهای اول بعد از عشر رو نظر نمیگیریم دیگه، یعنی اولین صفر، اولین رقم ناصفر عدد، حالا اگر بزرگتر از یکی که میشه خب اون رقم سمت چپش، اگر عشریه بعد از رقم عشر صفر داره، در واقع اون صفرها رو نادیده میگیریم تا اولین رقم ناصفر. خب این میشه مبنای نمایش ممیز شناور برای اعداد. نمایش ممیز شناور میگه که شما هر عدد رو به این شکل بنویس، اون قسمتش که مهمه برات رو بیار قبل از ممیز، بعد ممیز بذار، بعد بقیه رقم ها رو بچین برو دیگه، تا هر جا دوست داشتی، تا هر جا حافظه اجازه میداد برو، بعد البته ضرب در یه 10 به توان مثلا تو این مثال منفی، حالا هر چند تایی که هست 80 مثلا، یه هم چیزی ضرب کن. و همچنین قطر کهکشان رو میخوای نمایش بدی، اونم همینطور، اونم بنویسه ممیز مثلا 74 فلان، بعد ضرب در حالا 10 به توان این دفعه عدد مثبت مثلا 10 به توان 80. از نظر درصد خطا این رقم 3 که خیلی مهمه، و البته هرچی میری جلوتر خب اهمیت کمتر میشه، اون 7 هم مهمه کمتر، 5 و 4 هم مهمه کمتر و همینطوره. و خب البته عددی مثل رادیکال 2 خب نمایش ممیز شناورش خودش میشه دیگه، در واقع انگار ضرب در 10 به توان 0 شده باشه. خلاصه داستان، اون چیزی که کامپیوتر برای شما اگر ذخیره کنه در واقع بهینه هست، این هست که شما یه تعداد رقمی مشخص بکنید، بگید که مثلا من تا چه میدونم 8 رقم خب ذخیره میکنم، برای هر عدد اختصاص میدم، فرض پیش فرض من این. حالا اگه شما دقت بیشتری میخواین، تو زبان برنامه‌نویسی یه دستوری هست که به من میگه، میگه که این 8 رقم بکن 16 رقم، یا بکن 30 رقم، هرچی. این 8 رقم رو من ذخیره میکنم به علاوه این توانه رو، مبنامون هم حالا فرض کنیم 10، حالا ممکنه بعضی کامپیوترها محاسبات تو مبنای 2 انجام بدن، بعضی تو مبنای 10، اونش رو فعلا ما کاری نداریم، مفهوم کلی رو میخوام بگیم. به این نمایش میگن نمایش ممیز شناور یا فلوتینگ پوینت. فلوتینگ به معنی شناور و پوینت به معنی ممیز. چرا شناور؟ ممیزه شناور دیگه، انگار ممیزه میره تا اولین رقم ناصفر اونجا قرار میگیره. و در نتیجه در حال حاضر که همه زبان‌های برنامه‌نویسی مطرح به طور پیش‌فرض محاسبات رو روی نمایش‌های ممیز شناور اعداد انجام میده، یعنی وقتی شما 2 عدد بهش میدی، میگی اینا رو ضرب کن تو هم، مثلا میگی جرم الکترون رو ضرب کن در قطر کهکشان، این میاد اول اینو ممیز شناور میکنه، این هم ممیز شناور میکنه، بعد اینا رو تو هم ضرب میکنه، حالا با اون الگوریتمی که خودش داره، عددی که به دست میادم یه نمایش ممیز شناور ذخیره میکنه اونو تو کامپیوتر. و من این عملیات های 4 عمل اصلی در واقع تو کامپیوتر عملیات روی نمایش های ممیز شناور هستن، یا floating point operation در واقع عملیات ممیز شناور، floating point operation، که اینجا حالا این کتاب خلاصه کرده با عنوان فلاپ. خب این هم فلسفه در واقع عنوان فلاپ. و ما اینجا همون نکته که راجع به ماتریس گفتیم و اشاره کرده که در واقع 2MN فلاپ، ضرب ماتریس در بردار نیاز به محاسبات داره. بعد خدمت شما عرض کنیم که اینجا راجع به این صحبت میکنه که حالا اگر ماتریس همون مربعی باشه، خب اون 2MN میشه 2N2. 2N2 یعنی اگر شما ماتریستون 500 در 500 باشه، خب این میشه مثلا 2 ضرب در 500 به توان 2، یه عددی میشه، میشه مثلا 500,000. حالا اگر ماتریستون بشه 1000 در 1000، یعنی سطرش و ستونش هر کدوم 2 برابر بشه، این دفعه میشه 2 میلیون تا، یعنی 4 برابر میشه. یعنی مثلا وقتی شما فرمولتون بشه به شکل یه ضریبی از N2، اگه N رو 2 برابر کنی، انگار تعداد محاسبات 4 برابر میشه.
اینجا هم یه نمادگذاری که ما در طول درس زیاد ازش استفاده میکنیم و کلا نمادگذاری مفیدی هست، نمادگذاری مرتبه ای یا اوردری. و این کلا تو تحلیل الگوریتم ها خیلی اون این دو مهم نیست، دو اولیه مهم نیست. اینو هایلایتش کنم. تو این دو ان دو اولیه مهم نیست، اون دو تو توان مهمه. دو اولیه آره، خب دو ان دو برابر ان دو، ولی اگر شما ان رو دو برابر کنید به هر حال چهار برابر داره میشه. اون چهاره بستگی به اون دو تو توان داره. به این خاطره که در واقع به طور کلی تو الگوریتم، تحلیل الگوریتم ها اون ضریبه مهم نیست و اون توان بزرگترین درجه مهمه. و وقتی اون توان مشخص باشه از این نماد او استفاده میکنن، یعنی میگن که تعداد محاسبات این الگوریتم او اندوه، یعنی از اوردر اندوه، از مرتبه اندوه. و هدفش هم اینه که رو اون دو تو توان تاکید بکنه، نه تو اون ضریبه. حالا اون ضریبه 3 2 باشه، 4 2 باشه، 5 2 باشه، هر چی باشه، اینا همه الگوریتم های او ان 2 هستن. خب این هم پس یه نمادگذاری که ما ازش استفاده خواهیم کرد. در واقع اون چیزی که نشون دهنده با افزایش ان نشون دهنده رشد تعداد محاسبات هست همون توان است. خب طور کلی میشه، حالا اگه بخوایم یکم دقیق تر به صورت ریاضی بگیم، اگر مثلا تعداد محاسبات به شکل مثلا یک چند جمله ای، چند جمله ای مثلا فرض کن باشه آ ان به توان مثلا تی به علاوه بی ان به توان تی منهای یک به علاوه سی ان به توان تی منهای دو علاوه الاخر باشد که آ ناصفره، آ بزرگ از صفره، میگوییم از او ان به توان تی یا از مرتبه ان به توان تی است. یعنی نه تنها این ضریب رو ما نادیده میگیریم، بلکه توانهای کوچکتر رو هم نادیده میگیریم، چون اونا در قیاس با این بزرگترین توان در واقع خیلی عددی نیستن. بسیار عالی. این هم حالا اینجا یه توضیحات جالبی البته راجع به حافظه تو کامپیوتر و کارکرد حافظه تو کامپیوتر داده که البته از درس ما خارج هست، این رو خارج میشیم، رد میکنیم. خب این مثال هم که مثال پیاده سازی کد توی مطلب هست که این رو در بخش کارگاه خواهیم داشت. بسیار خب، حالا این مقدار راجع به در واقع مفهوم ضرب ماتریس در ماتریس صحبت کنیم. کلا ماتریس ها رو با حروف بزرگ ما نشون میدیم، بردار ها رو با حروف کوچیک. اینجا هم خب همونطور که میبینید در واقع این دفعه میخوام یه ماتریس A رو ضرب در یه ماتریس X بکنیم. A N در M، X M در P. مثلا گفتیم تعداد ستونهای ماتریس سمت چپ با تعداد سطرهای ماتریس سمت راست باید برابر باشه و در اون صورت حاصلش میشه ماتریس N در P. تعریف ضرب ماتریسی هم که همونطور که شما بلد هستین اینجوریه که درایه A و J یا اون ماتریس حاصل ضرب حاصل یا B I J در واقع میشه یه همچین سیگمایی، سیگما A I K X K J، که سیگما روی K هست از 1 تا M، یعنی روی همون بودی که M تایی بود تو هر دوتا ماتریس، رو اون بود داره جمع زده میشه. دقت کنید که اگر P 1 باشه این میشه همون ضرب ماتریس در برداری که ما قبلا داشتیم. این ضرب دیگه چون یه بعد اضافه شده الان، یعنی یه بعد پی تایی هم اضافه شده به x، محاسبهش نیاز به سه تا حلقه داره، سه تا حلقه تو در تو. یه دونه حلقه که سطر رو تغییر میده، یه حلقه ستون رو تغییر میده، یه حلقه هم اون محاسبه مجموع رو حساب میکنه که روی k از یک تا n در واقع تغییر میکنه. کد شبیه همونه، فقط چیزی که داره مقدار دهی میشه
ماتریس بیه، اولش کل ماتریس مقدار بی صفر داده میشه، بعد درایه هاش طبق این قاعده آپدیت میشه به هر مرحله. این محاسبه از نظر تعداد محاسبات 2 MNP تا فلاپ در واقع میبره، چون توی هر حلقه داخلی دو تا فلاپ داره انجام میشه، تعدادشون هم ام ضرب در ان ضرب در پی هست. که اگر باز در واقع ماتریس هامون مربعی ان در ان باشن، این میشه 2 N3، یعنی ضرب دو تا ماتریس ان در ان 2 N3 تا محاسبه توی کامپیوتر مصرف میکنه. بنابراین اگه مثلا ماتریساتون 1000 در 1000 باشن، 2 میلیارد محاسبه در واقع برای انجام اون ضرب با همین الگوریتم ساده توی کامپیوتر انجام میشه. حالا البته این نکته رو بگم که این ساده ترین الگوریتم موجوده، الگوریتم پیشرفته تر این مرتبه رو کاهش میدن به عددهای کمتر از 3، یعنی با کمتر از او ان 3 محاسبه میشه ضرب ماتریس ها رو حساب کرد. بله خب، باز با اون دیدگاه چیز اگر که نگاه بکنیم، با اون دیدگاه ترکیب خطی اگر نگاه بکنیم، اون هم بد نیست. وقتی شما یه ماتریس n در m رو ضرب در یه ماتریس مثلا فرض کنیم m در p میکنید، که حاصلش مثلا یه ماتریس n در p میشه، چه اتفاقی داره میفته؟ مثلا هر سطر این ماتریس، قبلا دیدیم که چی میشد، هر سطر ماتریس ضرب میشد توی ضرب داخلی میشد توی این ستون از این ماتریس و میشد درایه های این ماتریس سمت راست. اینجا که ماتریس در ماتریس هم باز همونطور میشه، یعنی این که چه اتفاقی میفته وقتی شما میخواین این درایه رو به دست بیاری، باید سطر اول اینو ضرب داخلی کنی در ستون اول این. به طور کلی میشه گفت اگر این آ باشه، این ایکس باشه، این بی باشه، در واقع بی آی جی عبارت هست از ضرب داخلی در واقع سطر آیوم آ در ستون جیوم ایکس. یعنی شما سطر آیوم رو در ستون جیوم ضرب میکنی ضرب داخلی. این یه بردار امتاییه، این هم یه بردار امتاییه، منتها یک سطر یک ستون ضرب داخلی میکنی، این میشه درایه آی و جی، سطر آی ستون جی از ماتریس حاصل ضرب. و همینطور جور دیگه هم که قبلا نگاه میکردیم این بود که هر وقتی میخواستیم، وقتی که توی بردار ضرب میشد، میگفتیم که ترکیب خطی از ستونهای آ میشه، یعنی این بردار حاصل میشه ترکیب خطی از ستونهای آ با ضرایبی که از ماتریس ایکس میاد. درسته، ترکیب خطی یعنی همین دیگه، اعدادی توی بردارهای ضرب کنید و با هم جمع بکنید. اینجا هم میشه همین رو گفت. این پس رومانی یه نکته، نکته یک. نکته دو این که در واقع نگاه دیگه این هست که هر ستون بی ترکیبی خطی از ستونهای آ با ضرایب ایکس است. یعنی شما به ضرایبتون از ایکس انتخاب کنید، مثلا ستون جیوم ایکس رو انتخاب میکنی، این ضرایب با این ضرایب ترکیب خطی میگیرید از ستونهای آ میشه ستونهای بی. این هم اینان هم جوریه که در مورد ضرب ماتریس در بردار ما داشتیم. خب بله، حالا در این بخش درباره ماتریس های بلوکی میخوایم صحبت بکنیم.
ساختار بلوکی ماتریس ها که الان راجع به صحبت میکنیم تو خیلی از الگوریتم ها ازش استفاده میشه، یعنی خیلی الگوریتم ها بر اساس ساختار بلوکی در واقع ماتریس هستن. وقتی میگیم ساختار بلوکی یعنی اینکه شما ماتریس رو بیان یه تقسیم بندی در واقع سطر و ستوناش رو یه تقسیم بندی انجام بدید که کل ماتریس تبدیل به سری بلوکی بشه. به عنوان مثال الان اینجا توی این یه تقسیم بندی بلوکی از ماتریس آ داریم. این ماتریس آ رو که n در m گرفتیم چیکار کردیم؟ گفتیم که بیاید n یک سطر اول رو با هم بگیرید، n دو سطر دوم با هم بگیرید، بعد m یک ستون اول رو هم با هم بگیرید، m دو ستون اول رو هم با هم بگیرید. چهار قسمت میشه ماتریس. اینجا میتونیم یه خط عمودی، یه خط افقی بکشیم، به چهار بلوک در واقع ماتریستون تقسیم میشه. یه هر بلوک خودش حالا یه ماتریسه. i1 یکی ماتریس n1 در m1، i2 n1 در m2، این n2 در m1، این n2 در m2. خب جمع n1 و n2 باید بشه n، جمع m1 و m2 هم باید بشه n. اینا میگه تقسیم بندی بلوکی ماتریس. تا اینجاش خب فقط یک تقسیم بندی از درایه های ماتریسه. منتها نکته جالب اینه که این سازگاره با ضرب ماتریسی. به عنوان مثال اگه شما ماتریس x تون هم که m در p بود یه بلوک بندی بکنید که البته m1 و m2 همون m1 m2 a باشه، یعنی همون جوری که ستون های a رو بلوک بندی کردیم سطرهای x رو همون جوری بلوک بندی کنیم، ستونش هم یه جوری بلوک بندی کنیم هر جوری دلمون خواست. اون وقت حاصل ضرب a ضرب در x رو شما میتونید اینجوری حساب کنید. حاصل ضرب a ضرب در x خودش یه ساختار بلوکی داره با n1 n2 تا سطر و p1 p2 تا ستون، و این چهار تا در واقع بلوک رو میشه مستقل از هم با انجام ضرب ماتریسی بلوک های اینا انجام داد. در واقع ایده اصلی اینه جوری با اینا برخورد کنید انگار عددن. اگه اینا عدد بودن این ماتریس 2 در 2 بود، این هم ماتریس 2 در 2 بود، ضربش برام میشه ماتریس 2 در 2. فرمولای ضرب ماتریس 2 در 2 چی بود؟ مثلا یکیش اینه b1 1 یعنی درایه 1 و 1 این ماتریس میشه a1 1 x1 1 a1 2 x2 2 x2 1 ببخشید a1 1 x1 1 a1 2 x2 1 این میشه b1 1. حالا که اینا عدد نیستن ولی ماتریسن بازم این حرف درسته، منتها فقط این ضربا ضربای ماتریسی خودش، یعنی ما در واقع ضرب اون ماتریس های بزرگ رو یه جور تبدیل کردیم به ضرب ماتریس های کوچیکتری و اینو در قالب یک قضیه اینجا آورده که اگر اون تقسیم بندی بلوکی از A X و B رو داشته باشیم و A X مساوی B باشه این معادل هست با اینکه این روابط، این چهار تا رابطه در واقع بین A و بلوک های A و بلوک های X و بلوک های B برقرار باشه. بنابراین در واقع ایده اصلی این بود که با بلوک بندی شما انگار تعداد سطر و ستون های ماتریس رو کوچیک میکنید، کم میکنید، ماتریس رو تبدیل مثلا به 2 در 2 میکنید، ولی در واقع هر کدوم از درایه هاش حالا خودش دیگه یه ماتریس میتونه باشه. حالا اینجا یه مثال هم زده که دیدنش بد نیست. میگه که فرض کنید ماتریس A مونه 3 درصد همه ماتریس ها، A رو به این صورت بلوک بندی کرده، دو سطراش به شکل 2 و 1 تقسیم کرده، ستون ها به شکل 1 و 2، x رو هم به سطراش 1 و 2، ستونش 1 و 2، b اتوماتیک بلوک بندیش مشخص میشه، بلوک بندی سطراش از A میاد یعنی 2 و 1 میشه، بلوک بندی ستونش از x میاد 1 و 2 میشه. پس اینجا مثلا اون بلوک ها یکیشون 2 در 1 شده، یکیشون 2 در 2 شده، یکیشون 1 در 1 شده، یکی 2 در 1 شده و الاخر. بنابراین به عنوان مثال A1 2 ما این قسمت میشه، میشه 3 2 1، یا A2 1 میشه ماتریس 1 در 1 که درایه‌اش منفی 1. الان خیلی راحت میتونید چک کنید که در واقع وقتی شما مثلا میگم میخواین این بلوک B رو به دست بیارید باید چیکار بکنید، باید این به نوعی بلوک 1 و 2 B دیگه، این B1 2 B1 2 بعد از چی به دست بیاد؟ بعد از
آی یک ضرب در ایکس یک یک به علاوه آی یک دو ضرب در ایکس دو یک به دست بیاد. یعنی باید از این بلوک این قسمت آ ضرب در این بلوک تکی به علاوه ببخشید این در واقع بی دو یک بود، بعد از بلوک آ دو یک، یعنی از این بلوک تکی آ ضرب در ایکس یک یک که این یه عدد میشه اینجا. البته نه ببخشید اجازه بدید اینو بنویسیم که اشتباه نکنیم. ببین آره این تقسیم بندی رو اینجا در نظر داشته باشیم. ما الان میخوایم بی یک دو رو، بی یک دو میشه این قسمت، یه ماسه دو در دو بی یک دو رو میخوایم به دست بیاریم. باید چیکار کنیم؟ باید که بلوک آره باید این قسمت ماتریس آ رو، یعنی اینجا ضرب کنیم توی این قسمت ماتریس X، این قسمت سمت راست ماتریس X آ. این قسمتش که میشه آ، یعنی در واقع میشه آ یک بزرگ ضرب در ایکس یک دو که میشه این، یعنی یه ماتریس دو در یک در یک در دو میشه دو در دو، این هم دو در دو، به علاوه یه ماتریس یعنی آ یک دو ضرب در ایکس دو دو، یه ماتریس دو در دو ضرب در دو در دو که اون هم حاصلش دو در دو میشه، جمعشون خلاصه میشه دو در دو. این که حالا چرا اینطوری میشه خیلی ساده است. خودتون اگر تعریف این ضرب این ماتریس ها رو بنویسین، درایه هاش رو با دقت دو طرف محاسبه کنید و برابر قرار بدیم، میبینید که واقعا با هم برابر میشن و این ساختار ماتریسی خیلی ساختار جالب و مفیدی هست در محاسبات ماتریسی. و اینجا تعمیم داده این تقسیم بندی بلوکی رو به تعداد بلوک های بیش از دو. خب مثلا R تا بلوک اینجا داریم، S تا بلوک اینجا داریم، تو X هم فرض کنید T تا بلوک اینجا داریم، S تا اینجا داریم، T تا بلوک اینجا داریم. اون وقت میگه ضرب اینا تقسیم بندی بلوکی میشه R تا بلوک سطری در واقع T تا هم بلوک ستونی، و رابطه اینها طوریه که انگار این A و B و X بزرگ ها این بلوک ها همه عددن، ضربشون انگار اونجوری انجام میشه. خیلی خوب، این هم از این بخش. و در این قسمت در واقع توضیح میده که چطور میشه ضرب بلوکی رو، ضرب ماتریسی به روش بلوکی رو کدش رو در واقع پیاده کرد. کد همون کده، فقط توی اون حلقه داخلی اون محاسباتی که داره انجام میشه به جای اینکه در واقع عددها رو بیاد ضرب کنه، بلوک ها رو میاد ضرب میکنه. یعنی فرض اینه که در واقع خود این ضرب ماتریسی رو کامپیوتر میتونه انجام بده. حالا البته نکته اینه که خب اگه کامپیوتر میتونه ضرب ماتریسی رو انجام بده، پس چه نیازی بود به اینکه ما الگوریتمش رو بنویسیم؟ ما داریم الگوریتم ضرب ماتریسی رو مینویسیم. نکته اینجاست که یه نمونه از در واقع ایده بازگشتی توی برنامه نویسی و توی الگوریتم هست، و اون این هست که شما وقتی میخوایی مسئله رو حل بکنی، یه مصداق از اون مسئله رو میشکنی به مصداقهایی از همون مسئله، منتها به ازای ابعاد کوچیکتر، به یک حالت بازگشتی. یعنی شما یک در واقع مثلا تابه می نویسی که دو تا ورودی با اون ماتریس ورودی میگه و ضربشون رو به شما میده، و تو خود تعریف این تابه دوباره خود این تابه رو فراخوانی میکنی، منتها این بار به ازای ماتریس های با ابعاد کوچکتر، و دوباره تو اون ممکنه یه بار دیگه تابه فراخوانی بشه به ازای ماتریس های کوچکتر، تا برسی مثلا به ماتریس های یک در یک که دیگه نیاز به محاسبه نداره اون ضربشون. این در واقع به صورت بازگشتی اینجوری میشه در واقع
محاسبات رو بهبود بخشید. البته نکته که اینجا به درستی اشاره میکنه که این کار تعداد محاسبات رو کم نمیکنه، چون همه محاسباتی که قبلا باید انجام میشد از تعداد محاسبات داخل این اون محاسبات در واقع همچنان همون تعداد محاسبات اینجا هم وجود داره. اون تو در واقع اینجا بحث میکنه که از لحاظ در واقع حافظه کامپیوتر این نوع محاسبه از بلوک ها میشه استفاده کرد و حافظه رو اون سرعت محاسبات رو بهبود بخشید. که البته حالا ما این قسمت رو هم از روش رد میشیم و اینجا هم یه تاریخچه گفته که اینم اطلاع داشته باشیم بد نیست، که خب همونطور که ما دیدیم محاسبه عادی ضرب ماتریسی نیاز به دو انسه فلاپ داره. گفته در سال 1969 این شخص استراسن در واقع با یک الگوریتمی موفق شد که این مرتبه رو از او ان سه بهبود ببخشه به او ان به توان اس، که اس توی اون الگوریتم ایشون لوگاریتم 7^2 هست که میشه 2.81 تقریبا. و خب این بهبود برای ان های بزرگ خیلی میتونه قابل توجه باشه و با اینکه برای انهای کوچیک شاید خیلی فرق نکنه، ولی برای انهای بزرگی میتونه خیلی متفاوت باشه. و یکی از روش‌های اخیری که کشف شده، حتی این رو هم بهبود دادن، ضرب ماتریس، ضرب دو تا ماتریس n در n رو به جای o n سه رسوندن به o n به توان 2.376، که خب این خیلی از الگوریتم قبلی هم در واقع بهتر هست. خب ببینیم بخش بعدی چی هست. درباره ارتباط دستگاه معادلات خطی و ماتریس ها هست. اینجا هم مثال هایی ازش داره و اینجا به دستگاه های مثلثی میرسه. بله خب فکر کنم ما بتونیم چند دقیقه هم راجع به همون بحث دستگاه معادلات خطی صحبت کنیم. خیلی خب، ماتریس ها خیلی جاها تو ریاضی ظاهر میشن، بعضا هم خیلی جای غیر منتظره. حالا البته یکی از جایی که به طور طبیعی ظاهر میشن ماتریس ها در حل دستگاه معادلات خطی هست. شما در واقع میتونید یک دستگاه معادله خطی رو خلاصه نویسی کنید به شکل ضرب ماتریسی. و البته فقط هم نکته ماتریس ها خلاصه نویسی نیست، بلکه دیدگاه ماتریسی به دستگاه معادله خطی خودش خیلی روش هایی رو پیش پای ما میگذاره از ابزارهای ماتریسی میتونیم استفاده بکنیم. خب ببینیم چطوری. ببینید وقتی شما یک دستگاه n معادله و n مجهول داشته باشین، میتونیم به این شکل بنویسیمش. مجهولامون اینجا هستن x1 تا xn و ذرایبمون هم هستن a1, a1n, an1, ann. ثابت های معادلمون هم، یعنی اون ثابت های سمت راستمون هم هستن b1 تا bn. پس ما IJ ها و BI ها رو میدونیم، هدفمون به دست آوردن XI ها هست، یعنی XN. نکته که این اصلا همینجوری داد میزنه که یه فرم ماتریسیه. این در واقع چیزی نیست جز ضرب ماتریس A در X مساوی با B. اینجا A ماتریس N در N، X بردار انتهایی، B هم بردار انتهایی هست که در واقع میشه به این شکل رو نوشت AX مساوی B. و خب خیلی صورت فشرده ای از یه دستگاه معادل است. اینجا بله، حالا در ادامه یه سری از
ویژگی های دستگاه معادلات رو، دستگاه معادلات خطی رو یادآوری میکنیم در مورد در واقع ماتریس ها. اینجا فقط چند تا اصطلاح مهم رو درباره ماتریس ها یادآوری بکنیم. یکی ماتریس همانیه، یه ماتریس مربعی n در n که همچین نمایشی داره، روی قطرش یکه، بقیه جاها صفر هست. این ماتریس این خاصیت داره که دفتر هر ماتریس n در n بشه همون ماتریس رو میده، یعنی A اگه ماتریس n در n دیگه باشه از هر طرف، چه از چپ در بشه چه از راست در بشه، ماتریس A رو به ما میده. یه نکته مهم که حواستون باید باشه حتما اینه که ضرب ماتریسی به هر حال جابجایی نیست، یعنی اینکه لزوماً آبی مساوی بی آن نمیشه، ممکنه گاهی بشه ولی بیشتر وقتا نمیشه. شما هر دو تا ماتریسی رندوم بنویسید ضرب کنید میبینید که آبی مساوی بی آن نیست، ولی به طور خاص اگر آی ماتریس همانی باشه آی مساوی آی آ هست و هر دو هم مساوی آن. خیلی هم واضحه با تعریف ضرب ماتریسی، من چک کردنش رو به خودتون واگذار میکنم. و مفهوم دیگه هم که یادآوری کنیم از در واقع ماتریس ها، مفهوم وارون ماتریس هست. وقتی یه ماتریس n در n داریم، منظور از وارون این ماتریس یه ماتریس b هست که اون هم n در n و ab و ba هر دو مساوی ماتریس همانی میشن. ماتریس همانی در دنیای ماتریس ها مثل یه جور یکه، برای همین هر چیز ضرب داره وارونش باید بشه یک دیگه، یه جوری به اصطلاح عضو خنثای عمل ضرب در ماتریس هاست ماتریس همانی. و ماتریس وارون رو با خب آ منفی یک نشون میدن و همه ماتریس ها هم وارون پذیر نیستن. در واقع این قضیه که ما از جبر خطی داریم که این شرایط برای وارون پذیری ماتریس معادل هستن با هم. وارون پذیری ماتریس یعنی وجود ماتریس آ منفی یک. میگه که این که آ منفی یک وجود داشته باشه، یعنی آ وارون پذیر باشه، معادل هست با اینکه دستگاه معادله آ وای مساوی صفر هیچ جواب ناصفری نداشته باشه. دستگاه آوای مساوی صفر چی بود؟ ببینید آ اینجا یک ماتریس n در m، دستگاه معادله اصلی ما بود ax مساوی b. در حالت کلی که این b ناصفره و این میگیم دستگاه ناهمگن. یه دستگاه همگن میشه متناظر با این ساخت آوای مساوی صفر، این دستگاه همگنه متناظر با اون دستگاه ناهمگنه. همگن به خاطر اینکه این بیه صفر شده، به این دلیل بهش میگن همگن. و این دستگاه اینجوریه که آی یک یک وای یک همون ضرایب همون معادله است، فقط سمت راستش شده صفر. نکته مهم اینه که این دستگاه همیشه جواب داره، دستگاه همگن همیشه جواب داره و جواب صفر جوابش هست. شما همه وای رو بزنید صفر همیشه جواب وای مساوی صفر همواره جواب دستگاه همگن هست. منتها اینکه آیا جوابی غیر از این دارد یا نه خودش مسئله مهمیه و اینکه جوابی داره یا نه تعیین میکنه که بستگی به این داره که ماتریس وارون پذیر باشه. اگه ماتریس وارون پذیر باشه این هیچ جواب ناصفری نداره.
که البته اینجا خیلی ساده حالا بعد نیست بگیم چون اثباتش یه خطه. اگر که ماتریس وارون پذیر باشه، چرا این هیچ جوابی نداره؟ به خاطر اینکه اگر آقای مساوی صفر باشه، شما میتونید دو طرف رو در آ منفی یک ضرب بکنید. آ منفی یک در آ وای وارد بشه آ منفی یک در صفر. ماتریس صفر که تو هر چیز ضرب بشه صفر میشه. آ منفی یک هم در آ وای ضرب بشه چی میشه؟ به خاطر اینکه ضرب ماتریسی خودش شرکت پذیریه دیگه. یعنی میتونید اول آ منفی یک رو تو آ ضرب کنید بعد تو وای ضرب بکنید. بعد این مساوی چی میشه؟ این مساوی میشه با این برابر این مساوی میشه با آی ضرب در وای. و آی چی بود؟ عضو خنثی ضرب بود. آی ضرب در هر ماتریسی میشه خودش که وای. پس رسیدیم به اینکه وای مساوی صفر. و ببین اگر ماتریس وارون پذیر باشه، تنها جواب در واقع دستگاه همگن و مساوی صفر، تنها جوابش وای مساوی صفره. حالا البته این قضیه فراتر از اینه، میگه برعکس اینم درسته، چون میگه همه این احکام با هم معادله. این اگر تنها جواب این دستگاه هم باید مساوی صفر باشه، اون وقت آوارون پذیر. رابطه جالب دیگه، باز این از مفهوم جبر خطی، مفهوم استقلال خطی که توی جبر خطی دیدین استفاده میکنه. میگه اینکه آ منفی یک وارون پذیره معادل هست با اینکه ستون‌های آ مستقل خطی باشن. مستقل خطی چی بود؟ این هم یه یادآوری حداقل بکنیم، البته هر جا در درس در واقع ما به نیاز داشته باشیم دوباره شاید یه یادآوری کلی بکنیم. اینجا یه یادآوری اولیه. استقلال خطی میگیم که یه سری بردار اگه داشته باشیم، بردارهای مثلا A1 و تا AM را مستقل خطی گوییم. اگر هرگاه C1A1 تا CMAM مساوی صفر داشته باشیم، همه CI ها مساوی صفر. این میشه مفهوم استقلال خطی که در واقع میگه که تنها ترکیب خطی از آی ها که صفر میشود، ترکیب خطی با ضرایب صفر است. ضرایب میشن مستقل خطی. خب حالا اینکه ستون‌های آ مستقل خطی باشن اتفاق خیلی جالبی میفته براش. وقتی شما ماتریس آ رو ستون‌هاش رو در نظر بگیرید، ستون‌هاش رو همینجوری نامگذاری کنیم A1 تا AM. این خطا رو کشیدن که مشخص بشه اینا ستون‌ها هستن. همونطور که گفتیم ترکیب خطی رابطه خوبی با ضرب ماتریسی داره. من این ترکیب خطی رو چطوری میتونم بسازم؟ کافیه آ رو ضرب کنم در ماتریس C1 تا CM و این مساوی صفر بشه. خب قسمت B به ما چی میگفت؟ قسمت B میگفت تنها جوابی از آوای مساوی صفر وای مساوی صفره. خب اینو بگیریم وای، اسمشو بذاریم وای. داره میگه تنها جواب آوای مساوی صفر وای مساوی صفره. پس این دقیقا همونو داره میگه، یعنی اصلا حرف جدیدی نیست. یعنی قسمت C همون قسمت B عملا کاملا معادله. و در مورد سطرهای آ هم عیناً همین حرف رو میشه زد. سطرهای آ هم اگر آ وارون این که آ وارون پذیر باشه معادل هست با اینکه سطرهای آ هم مستقل خطی باشن. اینو دیگه به معنی تمرین به خودتون واگذار میکنیم. تنها نکتهش اینه که اندفعه بجن که وای از این ور تو آ ضرب کنید، بعد از این ور ضرب کنید از سمت چپ ضرب کنید. و شرط دیگه این هست که دترمینان آ نامساوی صفره. دترمینان هم دیگه من یادآوری نمی‌کنم، اگر در درس جای نیاز بود بهش می‌پردازیم. خودتون در صورت لزوم یه مراجعه به در واقع مطالب جبر خطی، مبانی در واقع ماتریس‌ها و جبر خطی داشته باشیم. و شرط آخر هم این هست که آ وارون پذیره اگر و تنها اگر چی؟
برای هر ماتریس B معادله AX مساوی B دقیقا یک جواب داشته باشه، یعنی همون معادله ناهمگنه اصلیمون دقیقا یک جواب داشته باشه. چون در اصل معادله خطی چند تا اتفاق در موردش میتونه بیفته، یا اصلا جواب نداره، یا دقیقا یک جواب داره، یا بی نهایت جواب داره. اینجا داره میگه که حالت وارون پذیر معادل هست با اون حالت وسط، یعنی حالتی که دستگاهمون دقیقا یک جواب داشته باشه برای هر بی، برای هر بی دقیقا یک جواب داشته باشه. بله، اصطلاحی که به جای وارون پذیری یا وارون ناپذیری به کار میره اصطلاح دیگه در واقع سینگولاریتی هست، یا تکینگی به اصطلاح ترجمه میکنن، سینگولاریتی یا تکینگی، یعنی اینکه وارون ناپذیری. نان سینگولار یا ناتکین، غیر تکین، این یعنی وارون پذیری. به عنوان یه نکته شهودی، بیشتر ماتریس ها وارون پذیرن، یعنی اگه شما به صورت کاملا رندوم یه ماتریس تولید بکنید، اون ماتریس حتما وارون پذیره. ماتریس های وارون پذیر ماتریس های خاصی هن، به همین دلیلی که بهشون میگن سینگولار یا تکین، یعنی یه چیزهای خاصی هستن، چیزهای تکی هستن. عمده ماتریس ها در واقع ماتریس های وارون پذیر هستن. و حالا اینجا این نکته هم گفته که بعد این هم اشاره کنید بعد نیست، اگر شما بخواید دستگاه معادله AX مساوی B رو حل بکنید، یکی از در واقع راه های جبری برای حل کردن استفاده از وارون آی. اگه آ وارون پذیر باشه، شما میتونید دو طرف این معادله رو تو آ وارون ضرب بکنید، چه آ منفی 1 AX، اون طرف میشه آ منفی 1 B. اما آ منفی 1 آ چون برابر هست با همانی، بنابراین این معادله تبدیل میشه به x مساوی آ منفی 1 b، و شما اولا حل کردید معادله رو. اگه آ منفی 1 رو داشته باشین، با ضرب کردنش توی b در واقع x رو به دست آورید. پس یکی از راه های حل دستگاه معادله محاسبه وارون ماتریسه. حالا شاید خیلی راه افیشنت و بهینه ای نباشه، ولی به هر حال از تئوری این راه کار میکنه. اینجا هم همین نکته رو گفته که معمولا حل مستقیم AX مساوی B افیشنت تره تا اینکه بیایم اول وارون ماتریس رو حساب بکنیم، بعد با استفاده از اون معادله رو حل بکنیم. خیلی خب، اینجا یه سری مثال های زده که البته اینا مثال های کاربردی واقعا هستن از رشته های دیگه، که من فقط بهشون اشاره کلی میکنم، جزء درس ما نیست، ولی اول مثال هایی از جاهایی تو رشته های مهندسی و علوم دیگه که حل دستگاه ظاهر میشه. یکیشون توی در واقع تحلیل مدارای الکتریکی هست. توی مدارای الکتریکی در واقع ما یه قوانینی داریم اسم قوانین کیرشوف، که اینا روابطی بین جریان و ولتاژ های در واقع اجزای مختلف مدار رو برقرار میکنه، و این روابط روابط خطی هستن. و اگه شما بخواید توی مدار داده شده جریان و ولتاژ رو حساب کنید، مثل این مثال، مثلا این مداری که مشاهده میکنید مثلا منبع ولتاژ داره، یه سری مقاومت داره، و اینجا این نودها هر کدوم در واقع ولتاژی خواهند داشت، و این یالها، این مقاومت ها هر کدوم یه جریانی خواهند داشت، و برای به دست آوردن این در واقع جریان ها و اینها، شما باید دستگاه معادله حل بکنید. همین دستگاه معادله که الان میبینید یه دستگاه چهار معادله و چهار مجهول هست که ناهمگن هم هست، و در واقع با فرم ماتریسی در واقع به این شکل در میاد که حالا اینجا استاد از مطلب حلش کرده و ایکس رو به این صورت در آورده. و حالا این مثال رو هم اگر که رد بکنیم، مثال بعدی که زده در واقع دستگاه جرم و فنر توی مکانیک، در واقع یکی از مثال خیلی ساده، مثال در واقع یه سری وزنه و یه سری فنره که به یه ترتیبی به هم متصل شدن، و مثلا این شکل رو در نظر بگیریم، فرض کنیم این جرما، این که زیرشون چرخ گذاشته، یعنی راحت بدون استکاک اینا میتونن حرکت بکنن، منظورش اینه. و
یه سری فنری هم بین اینا هست. پس حالا سرعت اولیه یعنی نیروی اولیه به اینا وارد میشه، میخوام ببینیم چی میشن اینا، چجوری حرکت میکنن در ادامه. و این دستگاه معادلات حاکم بر اینها رو در واقع نوشته اینجا با استفاده از حالا قانون فنر در فیزیک، و باز اونم تبدیل دستگاه معادله خطی شده و اونو حل کرده و در واقع این فواصل بین این جرم ها رو میخواد در حالت تعادل این فنرها به دست بیاره. و مثال دیگه که حالا اگر درس معادلات دیفرانسیل رو گذرنده باشین، مثال دیگه از معادلات دیفرانسیل هست. معادلات دیفرانسیل هم خیلی هاشون معادلات دیفرانسیل خطی هستن مثل این معادله، که ما وقتی میخوایم به روش عددی با استفاده از آنالیز عددی اونها رو حل بکنیم، میایم مشتق ها رو با چی جایگزین میکنیم؟ با تفاضل های متناهی اون در واقع تابع ها جایگزین میکنیم. یعنی مثلا مشتق تابع رو توی نقطه به این صورت همون تعریف لیمیتی مشتق رو در واقع برش بنویسیم، یا مشتق دوم رو دوبار مشتق رو بنویسیم به همچین رابطه میرسیم. وقتی ما جایگذاری میکنیم توی دستگاه توی معادله دیفرانسیلمون، معادله دیفرانسیل ما تبدیل به معادله خطی میشه بر حسب این یو ایکس آی ها. یه دستگاه معادله خطیه که در واقع این به این صورت مثلا همچین فرمتی پیدا میکنه که یک فرمت در واقع سه قطری هم هست. ما راجع به معجزه سه قطری هم تو درس صحبت خواهیم کرد. تو خیلی از مسائل فیزیکی و کاربردی این الگوی ماتریس ها ظاهر میشه، بنابراین حل دستگاه معادله هایی که ضربشون به این صورت هست خیلی مهم خواهد شد. ولی به هر حال این قابل حل هست و در واقع مسئله جرم و فنر هم به این صورت با استفاده از ماتریس ها تحلیل میشه. بسیار عالی، خب جلسه امروز رو به پایان میبریم. جلسه آینده از بخش 1-3 شروع خواهیم کرد. خسته نباشیم، خدا نگهدار.